قافله عمر عجب می گذرد، این قافله عمر عجب می گذرد، دریاب دمی که با طرب می گذرد. ساقی غم فردای حریفان چه خوری، پیشار پیاله را که شب می گذرد. عرض ادب و ارادت خدمت دوستان و ساکنین کره زمین، خصوصا یاران و مهربانان رادیو دماوند. امروز 8 ژانویه 2021، امیدوارم که روز و شب بر وقف مرادش ما باشه و همچنان که در قرنطینه به سر میبریم لحظات سعی بکنیم که خوبی رو داشته باشیم. و همین خاطر بعد از شعر عمر خیام یه آهنگ شاد امکانم برای تو پخش مینه، بعدم در خدمت شما هستیم در ارتباط با مسائل و موضوعات داخل کشور خود ما ایران. یه آهنگ میشنویم و در خدمت شما هستیم. این شما و این هم آهنگ زیبا در یابدمی که با طرب میگذرد، پیشار پیاله را شب می‌گذرد. زعفران، قنادی زعفران رو فراموش نکنید در میداول اول کیبور. بسیار شما دماوندی ها را و شنوندهای خوب و دوست داریم و به بودنتون افتخار میکنیم. امیدواریم که همیشه سلامت و پر انرژی و قبراق باشیم. شیرینی فروشی زعفران اول میدابل فراموش نشه. حال منی شور و حال منی به خودم، حال منی در قنادی زعفران میتونیم فرام کنیم. اسمت روی لبم، غم غم رو شبم، دست دارم دست دارم
امیدوارم که از دستم الان دیگه راضی باشی و گواهی کردیم که چقدر دوستتون داریم و آهنگم شنیده باشی. متوجه شدی که چقدر دوستتون دارم. عرض کنم حضور شما آهنگ زیبایی بود، اسم خواننده شمس ریحان برام اومد، ولی بستری که برای شما داشت پخش میشد نفهمیدم اسمش چیه، ولی آهنگ بسیار زیبایی بود. امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه، که حتما قرار گرفته. گفتم که امروز 8 دسامبر، چی دارم میگم، دسامبر که گذشت خدا رحمتش کنه، 8 ژانویه 2021 چه خبره امروز با این آهنگه. چون پیغام برای دوستی فرستادم نگران شدم که پیغام رو دریافت کرد یا نکرد، امیدوارم که دریافت کرده باشه. عرض کنم که تبلیغات چیزم که رفتم، فکر کنم قنادی زعفران بسیار شیرینای خوشمزه داره، واقعا اگه یک بار بخورین این واقعیه، امکان نداره که مجددن فرداش دیگه منتظر مناسبت ها نمیشین، مطمئنا همون فردا دوباره به معنی که تموم بشه میدوین که خریده بکنید. فوق العاده شیرینی خوشمزه داره، خدا قوتشو بده، ان شاءالله که موفقم باشن که هستن. حضورش عرض کنم که ببینی آهنگ پخش کردیم، آهنگ زیبایی بود، شاد بود، واقعا زندگی به همین زیبایی و همین شادیه. من یه چیزی رو تعجب میکنم، حتی یه پیغامم دوستی به ما دادن، گفته از شما تعجب میکنیم چرا تو کلمات یه مقداری به قول انگلیسی ها هاش، به قول ما لورا خفن چیز میکنیم، کلمات استفاده میکنیم علیه این جسم ناقص هفسر بی باریش و بی ریشه. توضیح دادم، البته توضیح که مثالی که آوردن فوق‌العاده، مثال فوق‌العاده خوبی بود واقعا، که اگر به همین راحتی اگر که تو خیابون بری یه نفر چه میم استفراغ بکنه به طرف تو، تو هم همون کار علیه اون میکنه. اگه یه نفر یه بدی میکنه، یه رفتار کردار بدی داره، تو هم عکس العملی، یعنی به جایی که عمل باشی باید عکس العمل باشی. ما همیشه باید واقعا عمل باشیم، عکس العمل نباشیم، یعنی بر حق بیستی مستوار. واقعا هم جلو یه سری آدم های بد ما هم بد نشیم، چون گاهن یه سری کار میکنی بعد میگه چه اون کار کردی، میگه اونه نمیدونی چه کار کرد، خب اون بد بود که اون کار کرد، تو چرا داری میکنی؟ حالا دوستی هم که دستور دادن که آقا کلمات استفاده نکنی، توضیح که من دادم که خیلی دوستان دیگه هم قبلا گفته بودن که ما تعجب میکنیم از شما که برخورد دفتری برخورد میشم، من کلمات معمولا استفاده و که هرگز هم استفاده نمیکنم، چرا توی به این جسم ناقص اژدها بر دوش میرسی اینجوری میکنی؟ چون توضیح که دادم شاید قابل توجه شما هم باشه، قبول باشه، نمیدونم، امیدوارم که قبولش. گفتم که ببین اینقدر این جنایتکار جسم ناقص خشونت به خرج داده که ترس درون جامعه ما انداخته، یعنی اخلاق اجتماعی ما درگیر یه ترس از این جسم ناقص. به همین خاطر من میام با شدیدترین وجه برخورد میکنم، که شاید هم اشتباه بکنم نمیدونم، تصور خودم اینه که من وقتی به این دیکتاتور جنایتکار بد رفتار میکنم، شاید یه ذره ترس شما بریزه، تصور اینه، وگرنه طبیعتاً زیباترین کلمات خدا خلق کرده بشر استفاده بکنه برای عشق، زیبایی، صفا، واقعاً چرا باید کلمات بد استفاده بشه؟ ولی گفتم تنها دلیلش همینه که شاید یه مقداری این ترس از اخلاق اجتماعی ما دور بشه، چون اخلاقاً ما میترسیم، اخلاقاً خیلی هم عمله استبدادیم، یعنی هر جا که استبداد هست، هر جا که زور هست، هر جا که بدی هست، ما اونجا رو خیلی احساس آرامش بیشتری میکنیم. البته که درستم هست، نه که درسته ها، نه خیلی بده، چرا اتفاق افتاده یه پیشینه تاریخی داره، یه شبه ما اینجا نشدیم. ما خیلی بارها اینو میگم چون تصورم اینه که خیلی از دوستان
نمیدونیم واقعا. ما بیشترین همکشور ایران بیشترین همسایه ها را توی تاریخ این کشورهای 120 تا کشور داره، یعنی هیچ کشوری به اندازه ایران همسایه نداره. خب این خوبه یا بده واقعا؟ این که تعداد همسایه های ما زیاده خوبه یا بده؟ متاسفانه به خاطر که همیشه دیکتاتور حداقل توی سده حال که توش هستیم، سده گذشته همیشه دیکتاتوری بوده، وقت دیکتاتوری هست خیلی بده همسایه زیاد داشته. ببینید انگلستان همسایه نداره، دور برش آبه، یه فرانسه است، یه دونم تنال داره، هر وقت اوضاع خراب بشه میبندش، تموم شده. حتی حالا گرچه دیگه الان هواپیما خط هوایی هست زیاد فرق، ولی قدیم و لیام اینجوری بود. اینه که همسایه در رو میبست، نگران از بیرون نبود، یعنی هر لحظه شب میخوابید فردا صبح چنگیز و نمیم مغلا سربازای مغل دم در خونه نمیزدن، آقا یالا غذا بیار به ما بده گشتیم، ای تو کجا اومدی دیشب؟ من تو خواب بودم، سرباز مغل، سرباز خامنه جنایتکار، سرباز خمینی کفن پاره ریخته دم در. واقعا هم اینا هم کمتر از مغل نداشتن، اگه یادتون باشه، حتما یادتونه، یادتونم رفتیم بسیجی های صفر کیلومتر عقب افتاده بی سواد ابله، تازه الان ورژن جدیدشون اینقدر عقب افتاده مونگولن، اوایل انقلاب خیلی شاید سن سالشون قد نده، واقعیتش از سربازان مغل بتر بود. بابا توی صورت دخترها تیغ میکشید، از سیت میپاشید، که هنوزم الان گهگاهی که اتفاق میفته و اینکه یادآور دهه اول این کرونای 57 که وارد ایران شد واقعا اینه که خیلی وحشیگری انجام میدادن. بابا خمینی 20 تا تعهد داد توی فرانسه، بچه ها نگاه بکنید، تعهد داد جلو بین‌الملل که جمهوری که ما تو ایران بیاریم از مردم بخواییم رأی بدن که از جمهوری فرانسه هم آزادیش بیشتره، یعنی یک کذاب گور به گوری کفن پاره لجنی بود خمینی که مدلشو فقط فکر کنم شبیهشو واقعا، یعنی اگه بخوام بگم خامنه ای از اون بهتره، مدلشو خامنه ای فقط، چون خیلی کذاب و دروغگو بود خمینی، خیلی دروغ گفت به ملت. متاسفانه از اعتماد میری خمینی کشور رو داغون کرد، 8 سال تو جنگ وارد کرد که ببین کمتر جونور وحشی درنده گیر میاد، که ببین که آقا جنگ نعمته بچه، جنگ نعمت نیست، جنگ تخریبه، جنگ دوری از خداست، جنگ دوری از هستیه، دوری از زیباییه، تخریبه، جنایت، خونریزیه. خمینی میگفت جنگ نعمتیه که خدا به من عطا کرده، برای که دیکتاتور بود، برای که واقعا توی لجن زیست میکرد، مغزش، اندیشش، ایدئولوژیش لجن بود متاسفانه. به همین خاطر این سکتولای بسیجی یه بار مصرفش هم چیه تویت های توی ایران بودن 4WD 4 ولگرد کلمه بدیه ببخشین 4WB اینا معروف بودن به چهار ولگرد دیوس، این بسیجی ها چهار نفر توی تویوتا میشستن، واقعا ملت آسایش نداشتن. خدایی وقت صبح بلند میشد میدید سرباز مغول دم دره داره با محکم با چیز حالا و اسلحه‌ای که داشت میزد به در، بردار بر ما غذا بیار، بر ما آب و نون بیار، بدبخت خواب بود خانواده ایرانی، صبح با اون وحشیگری بلند میشد. واقعیتش ناچار شده که دو تا فکر داشته باشه، یعنی چیزی که در درونشه با این چیزی که در بیرونش نشون میده فرق میکنه، یعنی درونش دشمن خونی سیستم لجن ماله، بیرونش ناچاره، چون میگم منداق به دست قزاق، جنایتکار، مغول، طغرل، چنگیزه، یعنی از تخم ترکه هیتلره این خام این آخوندا. واقعیتش اگه بخوام اینا رو لجن و جنایتکارای موقعهای ساسانی هن که به ما شیعه رسید، آخه توی اهل تسنن همچنان جنایتکارای هم ندارن. آقا ما چیزم بازم تندرم یه خبر خوبم بدم که به هر حال جای امیدواری همچنان هست، آقای محمود امجد علیه طویله علمیه قم و نجف که هر دوتوش هم لجن هم هستش، علیه این دوتا لجنزار حوزه ضد علمیه قم و نجف
اعلام جهاد داد. حالا اونا که واقعا اعتقاد دارن به جهاد و به مرجع تقلید، به قول عراقی ها مرجع تقلید، واقعا خود دو دنبال کنم. دمش گرم. اومد ولی دیر اومد، آمدم جانم به قربانت، ولی حالا چرا نوشداری و بعد مرگ سهراب آمد. همی که اومد در قدمش خیره، ذرتون مثقالتون خیرون گره، ذرتون مثقالتون شرون گره. همی که یک قدم خیر برداشته قدمش مقدمه. گرامی میداریم و امیدواریم که اونایی که اعتقاد به انسانیت و اسلام و خدا و دین و پیغمبر دارن علیه این جنایتکار بد واقعا قیام کنن. حضور شما عرض کنم که حالا یه زمانی بود، آها اینو داشتم که چرا ملت اینجوریان، برای که توضیح داشتم میدم، برای که هر وقت آها خابیده بود بلند میشد یک نیرو از خارج اومده بود ترسخیر کرده بود مرکز رو، اشغال کرده بود، دولت سرنگون کرده بود، ما و شما هم تو خانواده خواب ناب رفته بودیم، خبر نداشتیم چه خبره، چون دیکتاتوری بود. دیکتاتوری همیشه، دیکتاتور همیشه سفرش از شهروند جداست، یعنی ما خبر نداریم چه کار داره میکنیم، بلکه با ملت همراه نیست، علیه ملت و ملت و دشمن خودش میدونه، به همین خاطر با ملت راحت نیست، مشکلات رو با ملت در میون نمیذاره. نگاه بکنیم آقا، این آخوند کذاب، این خامنه‌ای کذاب، نگاه بکنیم برای زدن این هواپیمای مسافرای ایرانی 176 نفر چند صد دروغ گفته، بعد یک سال که الان سالگردشه. ببینین از روز اول خبرها رو دنبال بکنین، ده ها دروغ گفت، ده ها دروغ. آقا یه سیستم توی اروپا هیز لای، اگه یه نفر دروغ بگه میگن هیز سیک، سیک یعنی مریض، میگه این مریضه، یعنی کسی دروغ بگه مارک مریض، که واقعیش هم درسته، آخه آدم سلامت دروغ نمیگه، مریض باید باشی دروغ میگه، he's sick, he's dirty، نکبته، مریضه، دروغگوه. این آخون برای زدن هواپیمای مسافری ایرانی چند تا دروغ گفت، برای زدن این املت شدن محسن فخاری چند تا دروغ گفت. آخه چرا دروغ میگی؟ خب راست بگو بابا، تو ناسلامتی اومدی میای از اسلام هم در دم میزنی، آخه تو ضد دینی، من همیشه میگفتم تو ضد دینی، ضد ملی، ضد وطنی، ضد انسانیتی. خامنه یه میکروب کثیفیه که تو دستشویی‌های عمومی زیست میکنه، یعنی بیرون از اونجا میمیره. آخه تو دی همه دروغ برای چی میگی؟ خب راست بگو. میدونی الان چند تا دروغ گفتی برای محسن، بعد آخرش نتونست جمعش کنه، اومد روح شاد روح الله زم و اعدام کرد، برای اینکه از زیر اون دروغایی که گفته بود نمیتونست جمعش کنه، اومد با ریختن یک خون یک انسان به ناحق که بتونه اونو ماسمالی بکنه. یه همچی حیواناتی هم الان برای سرنوشت ما. آقا راجع به چیز؟ یک خانم بنده خدا رو محجبه رو آوردن که بیا تولیدات داخلی واکسن کرونا آوردیم. آقا تلویزیون تشویق و تبلیغ و سلالا این چیه حالا سلالا میفهمم چون واکسن کرونا تو چه رب داره؟ اونم اگه داشته باشه مال چینیه که تازه نداری. ما تولیدات واکسن داخلی داریم، اوکی، کاش که داشته باشیم، کشور مال ماست، خوبه، انسان ها اونجان، ولی دروغ میگی برای که حسن کلیساز روحانی فرداش میگه آقا نداریم، ما قراره بخریم. دقیقا این جملش، اگه داشته باشیم خوشحال میشیم، نداریم. خب چرا دروغ میگی وقت نداری؟ چرا بنیاد شما از دروغ گذاشته شده؟ یعنی بروغ همونی داشتم میگفتم وسطش میگن اینقدر هرس میخورم، یکی میگه هرس ده ها سکته میکنه میفته، گفتم فدای یه تار موت، چکا کنم افتادی من تو افتادی چکا کنی. این خمینی جلو تمام دنیا برین نگاه کنین، 22 تا تعهد ازش گرفتن دوستانی که دورورش بودن اینا، جلو تمام دنیا اومد به اونا تعهد داد، رسید ایران گفت مصلحت بوده اونجا من چیزایی بگم که الان پس میگم، یعنی دقیقاً این حرفش، این نوشتاش هست، اونجا بر حسب مصلحت یه چیزایی گفتم الان نمیگم. خب یعنی به همین راحتی رسید ایران
کشور داغون کرد این حرام گور به گوری که خدا اثر تقصیراتش نمیدم بگذره، نه خدا خودش مهربون و کایند و خدا اثر تقصیراتش بگذره. ما هم باید مهربون باشیم. به هر حال درون وجود من و تو خداست. ما خدا به خلق من و تو افتخار کرده. واقعا ما باید خیلی خوب باشیم خدا شده. حتی من معذرت خواهم میگم گاهن تون میرم چون نمیدونم با بی اختیار شاید ضعف منه، شاید نه حتما ضعف منه. حتما امیدوارم که با پیشنهاد و راهنمایی شما دوستان یواش یواش خودم رو درست کنم انشاءالله. این دروغگوه اومد تو ایران، بیشترین دروغش هم این نیست که کشور رو 8 سال توی جنگ برد، دو تا کشور شیعه رو، دو تا کشور ثروتمند شیعه رو، ایران و عراق رو نابود کرد. میگه جنگ نعمت خدا، جنگ نعمتش شیطانیه که تو اندیشه توه، اون اهریمنیه که اندیشه تو رو داری ازش تغذیه میکنی. نعمت خدا نیست، اندیشه تخریب، اندیشه بدیه، اندیشه واقعا ضد انسانیه. دو تا کشور عراق و ایران رو نابود کرد، ثروتش رو به چپاول داد، کشورها رو داغون کرد. هنوز خرمشهر درست نشده، مطمئنم بندر بصره عراق هم درست نشده، مطمئنم شهرهای مرزی عراق هم درست نشدن. بعد یه سری ببین عراق چقدر بدبخته، تازه اونا فالو میکنن یه همچین مغز معلولیو، تازه این مرزی تقریبا یه سری عقب افتاده اونجاست که ببین چه خبره. خب خمینی جدا از این که خسارت زد به دو تا کشور و دو تا همسایه، به دو تا کشور شیعه، به دو تا کشور مسلمان، بزرگترین خیانتی که خمینی کرد که خدا اثر تقصیراتش توی قسمت نمیزه این که به اعتماد انسانیت خیانت کرد. برای که یه ملتی 60-70 میلیون نمیدونم 40 میلیون چقدر جمعیت اون موقع بود، با تمام وجود به این شیخ پلید کثیف رذل اعتماد کرد، با تمام وجودش برایش فرش خون انداخت، از بهشت زرا تا فرودگاه برایش صف ایستاده بودن، ورود مقدمش رو گرامی داشتن. این به شعار استقلال آزادی، ببینید استقلال آزادی، این شعار اول و دوم مردم ایران بود که از میخواست از دیکتاتوری نجات پیدا کنند. استقلال آزادی جمهوری اسلامی، نه الان استقلال که نداریم، نه آزادی که هیچی، آزادی تو نمیم اصلا آزادی یعنی چی، جمهوری هم که نیست، اسلامی هم که میگیم که ضد اسلامه، جمهوری هم که نیست چون یه دیکتاتوری مافیایی پلید کثیف قرون وسطاییه، یعنی مافیای جدید هم نیست. آزادی هم که استقلال هم که نداریم، کجا استقلاله؟ دونالد ترامپ توی امریکا عطسه میکنه، ارزش پاسپورت ما، ارزش ارز ملی ما، ارزش تخم مرغ و مرغی که ما میخوایم بکنیم پایین بالا میشه. استقلال کجاست؟ کجای استقلاله که همه چی ما بستگی به خارجی داره؟ ما تحت سلطه ایم، سلطه‌گر امریکاست. خامنه جنایت خودش اومده تحت سلطه قرار داده، به عنوان یه دیروی تحت سلطه داره عمل میکنه، یعنی هر کاری اون میکنه به ما ارباب، این هم چسبیده به دنب اون، ریشش رو چسبیده به دنب ترامپ، این جونورای پلید کثیف دنبالو چسبیده میچرخه. به همین خاطر نه استقلال داریم، نه آزادی داریم، نه جمهوری اسلامی داریم. واقعا گفتم خمینی خیانتی کرد به اعتماد ملت، دیگه بی راحتی به کسی اعتماد میکنه. فکر میکرد یه آدمیه، سن سالی ازش گذشته، ریشی داره، اونم پشمالو و خرسیه، میمونیه، حیوانیه، نمیدونم، اعتماد کرد. مدعیه که رئیس نمیدونم مرجع تقلید شیعه است، نمیدونم جلو تو دنیا اومده بود، جلو تلویزیون دنیا تعهد داده بود که 20 تا 20 تا برنامه رو بهش تعهد کرده بود که جمهوری آزاد، زن و مردا حق مساوی دارن، کمونیستا میتونن کاندیدا بشن، نمیدونم کسی نمیتونه از جامعه بیرون باشه، همه در حکومت در قدرت سه شریکن، قدرتی وجود نداره، من قراره بیام برم، من یک طلبه هم میرم قم طلبگیمو میکنم. این عین کلمات این خبیث پلید عنوان کرد. به محض اینکه رسید ایران گفت آقا همون که گفتم بر مصلحت یه سری چیا گفتم، الان دیگه نمیگم، رسیدم اینجا آخر مراد و سوارم و ملت بدبختم از ترس، چون قوای
خونخوار بسیجی رو ول کرده بود، سگای ول کرده بود تو خیابون، ما میزد چاقو میزدن آدم، هنوزم که هنوزه آدم میدوزیدن میبردن تیکه تیکه میکردن میبردن دم خونه شبا ول میکردن، هنوزم آثارش هست. چیزی نیست من بخوام بزرگ نمایی بکنم. آقا اتوبوس پر میکردن از روزنامه‌نگاران نویسنده، اتوبوس میبردن تای دره پرت میکردن که نمونهاش هم هست، نگاه بکنی اینا رو. روز هفته اولی که جانی اومد تو ایران، رفت تو مدرسه علوی نشست شب فرمان تیرباران داد به ارتشیایی که بهش وفادار بودن، نه ارتشیایی که قیام کرد، واکس قیام نکرده بود علی، همه تسلیم مطلق شده بودن، چون دروغ گفت، همه جوره به ملت دروغ گفت و ملت هم همه جوره به این اعتماد کردن. متاسفانه نه، خوشبختانه ما این که اعتماد هست خوبه، این جنایتکار که سوء استفاده که این بده، که ملت که گناهی نداره که اعتماد کرده، یک دروغگو اومده دروغ گفت، تا اونش متاسفانه ما داریم میدیم. بعدم یه اشکالی که ما داریم، یه ذره تنبلی خودمون هم هست، وقتی این جانی وارد ایران شد فکر کردیم کار تموم شده، ما ملت کنار زدیم، این دیکتاتور بلد بود تیم‌های سرکوب خودش رو شروع کرد به تدارک دیدن و بسیج درست کرد و کمیته درست کرد و نمیدونم سپاه پاسداران جنایتکار مواد فروش سکس باز سکس فروش رو بر سرنوشت ملت حاکم کرد. بعدش تازه کم نیورد اومد یه سپاه جانی مواد فروش کارتلای مواد مخدر رو باش دیل میکنه، سپاه قدس که تازه اومده چیزم گسترشم داده، یه شعبه تو عراق زده، یه شعبه تو لبنان که فقط کار مواد مخدر میکنه، علیه کشورهای اسلامی فعالیت داره میکنه، واقعیتش هیچ کاری به سود جهان اسلام نمیده. یه زمانی میگفتن آقا این حکومت توی 5 تا کشورها پایتخت 5 تا کشورهای عربی دست ماست، کمربند شیعه کنون شده کمربند ذلت و خفت و بدبختی و مرگ، کمربند شیعه که جانیا دنبالش بودن به دروغ، البته شعور نداشتن بهش دیکته کرده بودن، هم میدویدن برای تخریب، چون ذهن تخریب داره دیکتاتور، ذهن خرابی داره. کمربند شیعه یه قسمتی از کمربند تو سوریه است، غیر جنایت کشدار همه تو کشور حکومت میکنن غیر دولت مرکزی بشار جانی، یه قسمتیش دست عربستان، یه قسمتیش دست عراق، یه قسمتیش دست ترکیه است، یه قسمتیش دست مصر، یه کوچولوش که صبح تا غروب اسرائیل تو سرش میزنه دست یه سری پاسدار جانی تو منطقه. خب این عراق یه قسمتی دیگه از کمربند شیعه، یه قسمتیش تو عراق، نگاه که چه خفت و بدبختی ملت اونجا هم دارن کلیه میفروشن، هر روز تظاهرات تو خیابونه. این همه شمخانی اومده گفته ما 17 میلیارد کرده، دروغ میگه چون اون نفت و مفتایی که سوریه داده بود حساب 17 میلیارد ما خرج کردیم که کمربند شیعی رو گسترش بدیم. ببینی همه خرج عراق کردی، پرچم این اسمال آقا کیه، همین یارو رینگوه کتلت شد، این همه پول خرج کردی، عکسشو دارن آتیش میزنن، با تیپ انداختن تو بیرون تو عراق، تو لبنان انداختن تو بیرون، یارو نماینده چیز تیس فلسطینیا غزه اومده میگه آقا به ما 9 تا ساک پر دلار دادن جا نداشتیم، ولی بیشتر میخواست به اون بده سلیمانی، ما نمیتونیم بیاریم، همونجا عکسش آتیش زدن ریختنتون بیرون، تو لبنان دارن شعار میدن. یعنی کمربند سبزی هم که مدعیش بودی که کمربند خفت و خاری و مرگه، کمربند سبز امنیت نیست، چون میگم گو امنیته، ما تو 5 کشور عربی ما حضور داریم، خب کمربند سبزت کمربند امنیت نیست، کمربند خفت و مرگ و بدبختیه که گریبان گیرت شده. تازه همینجا هم تمام نشده، شروع کارته، یعنی واقعیتش سرنوشته بدی در انتظار این جنایتکاره، ملت بعد یه مقداری بیدار بشن. الان همه چیشو بسته روی ترامپ و روی بایدن، آقا بایدن و ترامپ خوشحاله، سرگرمی، بیا صبح تا غروب تبلیغ میکنه آخ ترامپ میخواد جنگ شروع کنه، قبل رفتنش میخواد با ما به جنگ. این خبرها رو خود جنایتکار داره میده، چون میخواد شما را ببین، این خامنه‌ای لجنزار یا با ترس، با رعب، با نگرانی، با
با بدبختی حکومت داره میکنه، یعنی یا با ترس، یا ترس خارجیه که بیشترش، یا ترس داخلیه. الان تو بوقو کرده انداخته که آقا امریکا میخواه حمله کنه. چرا؟ برای که جوابگوی مشکلات نیست، برای که مشکلات داخلی رو نمیتونه حل بکنه، برای که مشکل کرونا رو الان توش مونده، نمیتونه چه کارش بکنه، اقتصاد نون نیست. آقا توی چی؟ جنوب کشور، حتی دیگه جنوب و شمال و غرب و شرق نداره، مردم میرن کارت ملیشون گرو میذارن، نون قرض میکنن، نون خالی، میفهمی؟ نون خالی دارن قرض میکنن از نون وایه نداره پولش بیاره. یعنی دیگه از زمان گوشت و مرغ و تخم و مرغ و بره و این چیا گذشت، الان رسیده به نون خالی. توی پشت بوم خوابیدن اون دوران خوشمون بود، تو گاراژ خوابیدن، الان میره توی انباری گاراژی اجاره میکنن، شیفتی میخوابن. به کجا رسونده این ملتو؟ واقعیتش یه حرکتی به خودمون بدیم بابا. خیلی بده اینجوری، خیلی وضع بدیه واقعا. یعنی امیدواریم که عتی میدونم ببین ما ملت ایران دمار از روزگاری آخوندا در میاریم، چون قبلا نشون دادیم خلقی که بزد بر دل شه خنجر طوفان، از شیخ وطن سوز و جنایتکار نترسه. به موقعش که برسه بلایی سری آخوندا بره که هر آخوند یه سوراخ موش رو بخره به قیمت های پرامان. دوستتون دارم، سال نو بر شما، بازم مبارک. دماوند سابسکرایب کنید، به دوستان تو بگید سابسکرایب کنید، شما لایک بکنید. تا دیدار دیگر، هزاران درود بر شما، روز و شب، روز و شب بر شما شاد. Thank you.